جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو مانی. Recording in progress. با گرمترین درودها به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی. عرض کنم که ما یک سرمایه هایی داریم به نام سرمایه های ملی، مانند نفت، گاز، معادن و چیزهای دیگر. خب اینها هدایایی است که طبیعت به ما ارمغان کرده، یعنی ما بر سر گنج متولد شده ایم، هرچند با رنج زیسته ایم و در رنج زندگی می کنیم و 70% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، خط فقر اقتصادی، یعنی نان به سفره ندارند و آنهایی هم که نان به سفره دارند در زیر خط فقر فرهنگی زندگی می کنند. نفت، ما نزدیک به 6 دهه است به طور متمرکزتر، ولی خب خیلی بیشتر از این، با نفت در ایران، استخراج نفت در ایران، فروش نفت، دزدیدنش، بالا شدن قیمتش، پایین اومدن قیمتش رو در رو بوده ایم و انقلاب ها کرده ایم. در محور هر انقلابی که کرده ایم یا شورشی که داشته ایم، موضوع نفت و گاز و سرمایه های ملی بسیار با اهمیت بودن. آیا براستی نفت و گاز و معادنی که ما داریم مایه خوشبختی ما هستند یا مایه تیربختی ما شدند؟ شما میدانید که طاووس پرهای بسیار زیبایی داره و به همین خاطر طاووس رو میکشند برای اینکه پرهای او رو بکنند و زینت تاج یا زینت عمامه یا زینت لباسشون بکنند یا به عنوان یادگاری مثلا در خانهشان داشته باشند. و ما بسیار دیدیم آدم‌های موفق و کارایی که حس حسادت و رقابت بسیارانی رو در جوامع گوناگون از جمله ایران برانگیختند و زیبایی و شکوه و تواناییشون موجب مرگشون شده. بر اساس این تجربه هاست که مولانا، مولوی، شاعری که همه میشناسید، میگه دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهرا که کشته فر او. آیا نفت، گاز و معادن زیرزمینی ایران همون پرهای طاووس هستند که دیگران این کشور رو، این ملت رو میخوان نابود کنن، در مقاطعی نابود هم کردن که این سرمایه ملی رو از آن خود کنن؟ این دیگران چه بیگانه باشند، چه در خانه خود ما، در میهن خود ما زندگی کنن. ما میبینیم از هنگامی که نفت به طور رسمی فروشش بیشتر میشه در ایران تا به اکنون، هر چی که درآمد نفت بیشتر میشه بر استبداد سیاسی افسوده میشه. چرا؟ چون دولت‌ها و حکومت‌هایی که متکی به درآمد نفت هستن به مردم اصلا نیازی ندارن، مردم شاید براشون مثلا اضافی هستن. برای اینکه از مردم دیگه وقتی نیازی نداشته باشن، مالیاتی مردم نداشته باشن بدن یا ندهند، و تازه این دولت هست که نان بر سر سفره اونها میگذارد، هر وقت دلش بخواهد میگذارد، هر وقت خواست کمش میکنه یا زیادش میکنه، نیازی به مردم نیست و بنابراین هر کاری با اون مردم بخواد میکنه و اگر مردم بهش پشت بکنن نونشون رو قطع میکنه، و مگه اینکه دیگه مردم به جون به لبشون برسه و مثلا انقلاب کنن یا رژیم رو عوض کنن یا هر چیز دیگه. برای بررسی این پدیده بسیار مهم، من از 3 کارشناس سیاسی و اقتصادی دعوت کردم که تشریف بیارن و واقعا این پدیده رو ما از یک زاویه دیگری بررسی کنیم، و اون زاویه اینه: رابطه نفت، گاز و معادن ما با دیکتاتوری و استبداد چیست؟
آیا اینها مکمل هم دیگه هستند؟ آیا اینها میتوانند علیه یکدیگر به کار گرفته شوند؟ این بحثی است که من نخست با آقای بیژن افتخاری که در امور اقتصادی سررشته فراوانی دارند، زمینه تحصیلیشون هم بوده، آغاز میکنم و بعد با آقای دکتر کیانزاد که 50-60 سالی هست در بطن مبارزات سیاسی در داخل ایران و در خارج بوده و اتفاقا در دورانی که شون نوجوان و جوان بودند و در ایران بیشتر کار میکردند، سرنوشت سیاسیشون با سرنوشت مصدق، نفت، خاندان پهلوی، نفت و حتی جمهوری اسلامی و نفت و معادن سر رابطه تنگاتنگی داشته. یعنی هر مبارزه‌ای که میکردن یکی از محوراش هم همین بوده که این سرمایه ملی باید به دست مردم، بر سر سفره مردم قرار بگیره. و بعد با آقای سیاوش عبقری کارشناس مسائل سیاسی که خودشون هم به تازگی یک حزبی به راه انداختن به نام حزب آرای ایران. من فکر می‌کنم همینقدر معرفی کافی باشه. من طولانی هم صحبت کردم، پوزش بخوام از میهمانان و از شما بینندگان و شنوندگان و از همین لحظه میکروفون رو می‌سپارم به دست آقای بیژن افتخاری با خوش آمدگویی. بفرمایید. درود بر شما جناب مانی عزیز، درود بر بینندگان عزیز تلویزیون مانی و عرض ادب و احترام دارم خدمت میهمانان برنامه. بسیار مقدمه خوبی رو فرمودید جناب مانی عزیز و البته به نظر من پاسخ درسته هم دادید. نفت به عنوان تنها منبع اقتصادی کشور ما یا مهمترین منبع اقتصادی کشور ما یا درآمد کشور ما میتونه نفرین هم به دنبالش داشته باشه. البته الزاماً در تمام دنیا اینطور نیست. شما میبینید کشورهای نفتخیزی در اروپا هستند که اتفاقا نفت بهشون کمک میکنه که زندگی مناسبی داشته باشن. در کشور ما متاسفانه تاریخ همینطوره نشون میده که درآمد نفت چون در اختیار دولت‌ها قرار میگیره و دولت‌ها بی‌نیاز از مردم در رابطه با دریافت مالیات میشن، ارتباط بین مردم و دولت عوض میشه و دولت به صورت ارباب مردم در میاد که سفره‌ای رو باید پهن کنه، یه عده باید بیان بخورن و این سفره خب چون اختصاصیه دیگه باید در اختیار دولت باشه که کیو وارد این سفره بکنه و بخوره. بذار فهمید برای اینکه بحث رو از مبنا شروع بکنیم، من یک شمه کوتاهی از وضعیت نفت در کشور رو میدم. بر اساس آخرین آمار سازمان انرژی جهانی در سال 2013 کل ذخایر نفت شناخته شده کشورمون که قابل استخراج هست با تکنولوژی امروز 150 میلیارد بشکه برآورد شده. دقت بفرمایید 150 میلیارد بشکه ما نفت داریم با وضعیتی که در حال حاضر استخراج میشه، یعنی استخراج حدوداً 4.2 میلیون بشکه در روز. برای اینکه این ظرفیت کاملا استفاده بشه حدود 100 سال وقت خواهد بود. بنابراین ما به اندازه 100 سال آینده نفت داریم. اما دقت بفرمایید که به نظر میرسه ظرف 30-40 سال آینده نفت به مثابه زغال سنگ 100 سال پیش این مطلوبیت فعلی خودش رو از دست خواهد داد. انرژی های جایگزین مثل انرژی خورشیدی، انرژی حاصل از اکسیژن و مسائلی از این قبیل جایگزین خواهد شد. بنابراین این فکر رو باید داشته باشیم که داشتن نفت بعد از 40-50 سال مطلوبیتی برای ما نداره. اما اجازه بفرمایید ما یه نگاهی بکنیم به درآمدها و اون روندی رو که شما اشاره کردید که میزان دیکتاتوری و استبداد ظاهرا یک ارتباطی با درآمد نفتی داره، ما اینا رو با هم بررسی کنیم. من اجازه میخوام عرض بکنم که دوره‌های مختلفی رو داریم آمارش رو خوشبختانه که نشون میده درآمد نفتی ایران چگونه بوده. بر اساس این آمار وزارت نفت جمهوری اسلامی، حالا چقدر دقیق باشه من نمیدونم، ولی تنها آماری است که میشه فعلا بهش استناد کرد. بر اساس این آمار میفرماید که از حکومت دوره مظفرالدین شاه تا سال 1352، یعنی یه
دوره حدود 65 ساله کل درآمد حاصل از فروش نفت 26 میلیارد و 800 میلیون دلار، تقریبا 27 میلیارد دلار در یک دوره 65 ساله ما درآمد داشته باشیم. یادتون نره که مثلا تولید نفت در زمان رضا شاه حدود 5000 بشکه در روز بوده و مقایسه میتونید بکنید با دوره محمد رضا شاه در مثلا سال 1355 که نزدیک به 6.5 میلیون بشکه نفت در روز تولید میشد. خب پس یه دوره تا سال 1352 از مظفرالدین شاه تا 1352 درآمد ارزی ایران از ناشی از فروش نفت 26 میلیارد و 800 میلیون دلار. در دوره حکومت محمد رضا شاه البته از 1352 تا 1357 یعنی یک دوره تقریبا 6 ساله درآمد نفتی ایران برابر می شود با 112 میلیارد و 700 میلیون دلار. بنابراین در 5 سال یا 6 سال دوره آخر محمد رضا شاه درآمد نفتی ایران 112 میلیارد و 700 میلیون دلار. جمع اینها یعنی کل درآمد ناشی از فروش نفت کشورمون از دوره مظفرالدین شاه تا پایان دوره محمد رضا شاه بوده حدوداً 140 میلیارد دلار. این کل درآمد ما. اما در دوره جمهوری اسلامی من اینطوری عرض بکنم که در دولت اول و دوم درآمد ارزی بوده 25 میلیارد، دولت سوم و چهارم درآمد ارزی بوده 110 میلیارد، دولت پنجم و ششم درآمد ارزی بوده 141 میلیارد، دولت هفتم و هشتم 157 میلیارد، دولت احمدی نژاد 531 هزار، دولت حسن روحانی تا سال 1396 210 میلیارد. این هم تفاوت‌ها در درآمد بوده. یک بار دیگه اینو عرض می‌کنم، دولت اول و دوم در جمهوری اسلامی یعنی دوره بنی صدر و بعدم رجایی حدود 26 میلیارد، دولت سوم و چهارم 110 میلیارد، دولت پنجم و ششم 141 میلیارد. این دوره هاشمی رفسنجانی است، دوره پنجم و ششم. دوره هفتم، دولت هفتم و هشتم، دولت خاتمی 157 میلیارد، دولت نهم و دهم، دولت احمدی نژاد 531 میلیارد و دوره حسن روحانی، دوره 5 ساله حسن روحانی 210 میلیارد. جمع درآمد فروش نفت در دوره جمهوری اسلامی در 40 سال جمهوری اسلامی برابر است با 1175 میلیارد دلار. یادتون باشه کل درآمد نفت از دوره مظفرالدین شاه تا زمان جمهوری اسلامی بوده 140 میلیارد و این درآمد در دوره جمهوری اسلامی رسیده به 1175 میلیارد. این اعداد ارقام رو خدمتتون عرض کردم که فتوا می باشه تا دوستان عزیز جناب قبقری و جناب کیانزاد بفرمایند که این اعداد ارقام چه تأثیری در سیاست و روند استبداد داشته. بفرمایید خواهش. خب جناب کیانزاد به شما خوش آمد میگم و شما در جریان همه این سالها غیر از دوره مظفرالدین شاه و بعدش بودید، یعنی از موقعی که نوجوان بودی تا به اکنون، از دوره مصدق تا به اکنون، در جریان رابطه این سرمایه ملی و نوع حکومت و نیز کشورهای خارجی از جمله انگلستان که همه تلاش‌های خودش رو می‌کرد برای غارت نفت ایران، هنوزم می‌کنه و الان هم هنوز می‌بینیم که سه کشور اروپایی پشت جمهوری اسلامی ایستادن در همین روزهایی که داریم سخن می‌گیم با هم. و ما در واقع هر چی که جلوتر آمده این دیکتاتوری حادتر، دامن دارتر شده و
بندی رو که زنجیری رو که رژیم بر دست و پای ملت ایران بسته بیشتر و بیشتر شده. چه کسی بهتر از شما میتونه تأثیرات متقابل درآمدهای حاصل از نفت و گاز و میعانات گازی و نفتی رو با حکومت‌های استبدادی بیان کنه؟ بفرمایید. بله، با درود، امیدوارم که صدا باشه. درود بر شما جناب مانی، درود بر دوستان ارجمند جناب افتخاری و جناب افغانی. خب من در واقع بگویم که فرزند آن دوران هستم. خیلی ساده، تاریخ زادروز من 1314 است و هنگامی که مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران آغاز شد، من در واقع بین 14-15 سالم بود، در کلاس هفتم و هشتم عرض شد که هموارم اشاره بر این دارم دبیرستان ادیب در خیابان لاله‌زار، برای اینکه هر هنگام سخن از این دبیرستان به میان میآورم واقعا باید گفت خاطرهای بسیار شیرین به ویژه از خیابان لاله‌زار و منزل ما هم در خیابان ناصر خسرو در واقع بود، در متن و بطن شهر تهران، و هر روز که از خانه رو به سوی دبیرستان رو داشتیم چشم بر کوههای پر از برف در واقع البرز و در آن هنگام در واقع مسئله محیط زیست، آنچه را که در درازای دههای گذشته به هیچ وجه وجود نداشت. اما خب با آغاز مبارزات ملی شدن صنعت نفت، یعنی آمدن زندیات دکتر محمد مصدق مجلس 14 و از سال 1327 قرار بر این شده بود که به هر روی به گونه‌ای بتوانند در قرارداد نفت یه تجدید نظری به وجود بیاد. به همین دلیل هم قرارداد گس گلشاهیان رو به مجلس آوردند و آنچنان که به هر حال از نظر تاریخی اشاره می شود این بود که مقداری منافع ایران رو در یک چنین قرارداد جدیدی بالا ببرن، ولی قرارداد همچنان بر جا می ماند. و در مجلس دوره 14 هم دکتر محمد مصدق با تنی چند دیگر از هشت نمایندگان اقلیت، مکی، عرض شود که علایار صالح، حائری‌زاده، عبدالله معظمی و دیگران در واقع مخالفت با این کردن که قرارداد گسگلشاهیان به تصویب برسه و از آن هنگام در واقع مبارزات آغاز گشت. و خب در آن هنگام زندگی سیاسی من هم در حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیسم آغاز شد که در اینجا میتوان از زندیات جام باخته ایران زمین اشعار داریوش فوهان سخن به میان آورد که مسئول تشکیلات حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیسم بود و بر روی پانیرانیستا از طرفداران سخت این مبارزات ملی شدن صنعت نفت بود، به خاطر اینکه شعاری که اصولا در آن هنگام مطرح شده بود یه شعاری یعنی خیلی ساده، سخن از آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی مطرح بود. و خب در آن هنگام هم همطور که میدونیم پس از پایان جنگ دوم بین الملل روس‌ها هم سالیانی در ایران با نیروهای ارتش سرخ باقی ماندند،
و حزب توده ایران هم عرض شود که رژه رفتند و تقاضای دولت روسیه که امتیاز نفت شمال رو در واقع به روسا بدند پشتیبانی کردند. و خب یکی از سخنان دکتر محمد مصدق در آن هنگام در مجلس این بود که به بهانه این که به یک کشور نفت داده شده است نباید به هیچ کشور دیگری در واقع امتیاز داد، چرا به خاطر اینکه این دور باطل در واقع تا بدیجه تا زمانی که نیروهای خارجی در کشور باشند هیچ هنگام پایان نخواهد گرفت. بنابراین آنچه را که میتوان گفت این است که نخست مسئله اساسی این بود که به دوران استعمار بیگانگان پایان داده بشه. یکی از شعارهایی که در آن هنگام در واقع روان مطرح بود مرگ بر امپریالیسم روس، انگلیس و آمریکا بود و اصولا شعار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی معنا و مفهومش این بود که سرانجام باید دولت‌های بیگانه دست از دخالت در امور داخلی کشور بردارند. دوستان گرامی می‌دانند پس از اینکه به هر حال در 29 اسفند ماه 1329 ماده واحده نفت به مجلس رفت و مورد تصویب قرار گرفت، پس از آنکه به هر حال یک مدیره موقت به آبادان رفتند و بر پرچم ایران رو بر سردر شرکت نفت انگلیس بالا بردند و بعد در خانه صدان اسنادی رو با وجود اینکه بسیارش سوزانده بودند پیدا کردند که چه کسانی از ایرانیان با دولت انگلیس و به ویژه با شرکت نفت ایران انگلیس در ارتباط در واقع بودند. بنابراین خب ما میدانیم که در مجلس 15 دکتر مصدق رو نگذاشتند که در واقع به مجلس بره، ولی در مجلس 16 در واقع بودند و سرانجام توانستند با پشتیبانی مردم، دوستان میدانند که یکی از تنهای تاریخی در واقع مجلس در آن هنگام که به ویژه اکثریتی در مجلس بود شروع‌بازی بسیاری رو در آوردن، دکتر مصدق از مجلس بیرون آمد و گفت اونجا که مردم هستند در واقع مجلس است و یکی از کسانی که در آن هنگام دکتر مصدق رو بر روی شونه خودش بلند کرد عرشبت آخوند شمس قنات آبادی بود و یکی از این مسائلی است که در واقع باید مورد دقت نظر سیاستمداران این سالیان گذشته و بریجه اکنون قرار بگیره که امر دخالت دین اصولا در سیاست در آن هنگام اصلا مطرح نبود. من بسیاری دیگر از دوستانمون خیلی به ویژه در محرم و چه بدونم این ماه رمضان اینها به منزل آیت الله کاشانی در پامینار، خیابان پامینار می رفتیم و مسئله این بود که در واقع آیت الله کاشانی مسئله دخالت در این اصولا صحبتش اصلا از دین مطرح نبود، بلکه در آن هنگام در واقع پشتیبانی از مسئله جنبش یعنی نهضت ملی ایران برای ملی شدن صنعت نفت در واقع بود و به همین دلیل هم ازش مردم حمایت میکردن. سخن کوتاه، این که بتوانم به پرسش بنیادین پاسخ بدم این است که شکی نیست داشتن منابع گاز و نفت، نه تنها گاز و نفت، معادن دیگر، خب این یه ثروت ملی است که به هر حال یک ملت و مردمانش بتوانند در راه پیشرفت زندگیشون، آبادانی کشورشون بتوانند گام بردارند. شوربختانه در درازای تاریخ بگوییم پس از انقلاب مشروطیت مسائل به این صورت پیش رفت که دولت
هایی که زیر نفوذ بیگانگان و به ویژه انگلیس قرار داشتند، خب بهره برداری از این در واقع ثروت ملی در واقع نشد. و در این دورانی هم که پس از انقلاب 57 به سر می‌بریم، 40 سال گذشتم که می‌بینیم میلیاردها ثروت ملی ما، دوستان به خوبی می‌دانند و مردم ایران، که صرف در واقع چه شده است. بنابراین من فکر می‌کنم که این اگر نداشتیم، البته در دوران شاه حکومت دکتر محمد مصدق هم سخن از اقتصاد بدون نفت به میان آمد و اینکه به هر حال کشور بتونه به گونه اداره بشه، اما من فکر میکنم مهمترین مسئله این است که به هر حال ملت ایران بتوانه سرانجام روزی خودش بر سرنوشت خودش چیره بشه و بتوانه دولتی بر سر کار بیاد که از منافع و مسائل ملی کشور ما بهره ببره و این ثروت ملی در راه آبادانی و آزادی و شکوفایی کشور مصرف بشه. بله، سپاسگزارم جناب جانزاده گرامی. تصویری رو که پشت سر من میبینید شرکت ملی نفت ایران هست. این تصویر احتمالا برمیگرده به دوره دکتر محمد مصدق، چون قبلش که بود شرکت ملی نفت ایران و انگلیس. اما برگردم به جناب آقای عبقری. آقای عبقری، به نظر شما ما باید از دیکتاتورها بترسیم یا از نفت؟ چون اینا یه جوری نفته اصله هست در دست اونا و دیکتاتورها خودشون در واقع یک جور سرباز نفت هستن در خدمت جیبای خودشون و کشورهای بیگانه. بفرمایید. خواهش میکنم. درود دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان و همچنین مهمانان گرامی برنامه. باید اشاره بکنم که مملکت ما ایران تا از ثروتمندترین کشورهای جهان است. تا 4 قرن پیش جز 5 کشور صدر جهان بوده است. الان هم از نظر منابعی که دارد بالقوه وجود دارد و میتواند اگر بهره برداری صحیحی از این منابع بشه، ایران در صدر کشورهای جهان قرار بگیرد. ولی الان میبینیم که با حضور جمهوری اسلامی ما در تمامی زمینه ها در رده های پایین هستیم در مقایسه با کشورهای دیگر. نفت و منابع دیگری که داریم ثروت ملی است. مهم این است که چگونه از این ثروت‌های ملی بهره برداری بشه برای پیشرفت و آبادانی مملکت و رفاه مردم. در ابتدا خب انگلیس‌ها بودند که نفت رو غارت می‌کردند و می‌بردند و حتی سهمی ناچیزی هم که قرار بود طبق همون قراردادهای استعماریشون به دولت ایران پرداخت بکنن، حتی با حساب سازی هایی رو که می کردن اونها رو می بردن به حساب ذخیره شرکتشون و که سهم ایران کمتر پرداخت بشه و اون ذخیره ها رو استفاده می کردن برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگه. الان ملاحظه می کنیم که همون کشوری که همون کمپانی انگلیسی که نفت ایران رو غارت می‌کرد و می‌برد، الان در جهان در همه جا حضور دارد، بی پی، بریتیش پترولیوم، و این کمپانی بزرگ جهانی که وجود دارد در حقیقت با سرمایه‌های ابتدایی ایران هست که به چنین سرانجامی رسیده است، با غارت‌هایی که اون زمان کردند و بعدش هم وقتی که اون قرارداد لغو شد سهمیه ایران رو پرداخت نکردن، گفتن که در قرارداد منظوری بوده ما هرچی داخلی ایران سرمایه گذاری میکنیم جزء سهمیه ایران سهمیه دارد و سرمایه گذاری های خارجی رو که تمام سراسر دنیا انجام داده بودن با پول ایران
سهم ایران رو پرداخت نکرد. بنابراین تا رسیدیم به همین ملی کردن نفت. بله، برای اینکه بعد از ملی شدن در اختیار دولت ایران قرار گرفت، چرا که اون زمانه همه اختیارات در دست انگلیس ها بود و خارجی ها غارت می کردن و جنبش ملی شدن نفت شکل گرفت برای به اصطلاح بیرون آوردن منابع مملکت از دست انگلیس ها، که البته درست و صحیح. الان که آنچه را که شاهد هستیم که خب بله دولت در اختیار دولت هست، دولتی که در سر کار است، الان آقای افتخاری آمار رو دادن که چه مبالغ هنگفتی در عرض این 40 ساله جمهوری اسلامی درآمد نفت بوده و سهم ملت ایران هیچ. این پولا کجا رفته؟ چی شده؟ اگر توجه بکنیم به ماهیت نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت خواه اسلامی است که اصلش به ملت اعتقاد نداره و امت پرور بوده هست و هست، و این منابع و ثروت مملکت، چه نفت و گاز و تمام منابع دیگری که داریم که دارن غارت میکنن، جزء به اصطلاح به دست آورده های اسلام است که باید در اون بخش هزینه بشه و که در حقیقت بخش عمدهش رو میدزدن و غارت میکنن میان خودی ها و در سراسر جهان منتقل کردن و بردن. بنابراین این نظام بخشیش که غارت کرده و میکنن بین هزار فامیل تقسیم شده و میشود، بخشی از درآمدم برای اینکه سر کار بمونه، منابع زیرزمینی ایران رو استفاده میکنه، ثروت‌های مملکت رو استفاده کرده، بخشیش هم هزینه میکنه برای سرکوب ملت و همچنین خریدن حامیان. بخشیش هم هزینه میشه در خارج از مملکت برای خرید حامیان بین المللی. این به اصطلاح کارهایی بوده که این نظام انجام داده، هزینه هایی که کرده از ثروت های ملی ما در حقیقت برای غارت برای جیبای خودشون و خریدن حامی و سرکوب ملت و ساختن زندان ها و غیره. این چنین هزینه شده و با توجه به این که میبینیم مملکت یک مملکت ثروتمندی بوده است و هست، مردم 80%شون زیر خط فقر زندگی میکنن و جزء فقیرترین کشورهای، فقر زده ترین کشورهای جهان هستند. یعنی چه فاجعه ای به بار آمده است. بنابراین این منابع، این حاکمیت ضد ایرانی و ضد ملی، ما یک بار برای همیشه این منابع و ثروت های ملی رو که داریم باید از دست دولت بیرون بیاره. در زبان ملی شدن نفت، اون زمان در دست انگلیس ها بود، ما می‌خواستیم از دست انگلیس ها بیرون بیاریم که اون موقع شد ملی و از آنجایی که حاکمیت به صورت حاکمیت آمد و در اختیار حاکمیت ملی قرار گرفت، حاکمیت دولت قرار گرفت، شد ملی. ولی الان دیگه این کاربرد نداره و قبل از اینکه بسیار دیر شود، ما داریم وارد به سر اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای می شود به اصطلاح پیر رس زود، وارد اون مرحله. یعنی اگر که اگر الان هر چه زودتر از این نظام برکنار نشه، وارد مرحله می شویم که اقتصاد ایران پیر زده میشه و دیگر نمیتوان نجاتش داد. و در این ارتباط باید نفت به طور کلی و تمام منابع زیرزمینی و ملی که داریم از دست ملی بشود، این بار ملی بشود.
ملی شدن یعنی از دست دولت درآوردن و در اختیار نهادی قرار دادن مستقل از دولت که این درآمدهایی که داره سرمایه گذاری بشه در بخش های مختلف برای ایجاد درآمد برای نسل های بعدی. و در این حال دولت میتواند چیکار کنه؟ از این درآمدها فقط کسب مالیات بکنه، نه اینکه کل این بودجه ها در اختیار دولت قرار بگیره. این باید از درس دولت داره. برای این است که تا به حال میبینیم که به خاطر همین منابع ثروتی که ما داشتیم یا دولت های خارجی، کشورهای خارجی قرار کردن که مستقیما اینا رو غارت بکنن و بعد پی که مردم برخواستن برای بیرون آوردن دست دولت های خارجی آمدن تلاش کرده و میکنن که دولت های حاکمیت ایرانی زیر نفوذ خودشون داشته باشن، نوکران خودشون باشن که از این طریق بتوانن مملکت رو غارت بکنن و این کار رو انجام دادن. حتی همین در این نظام شاهدش هسته و بوده هسته، میبینیم که چگونه در این منابع رو غارت میکنه. برابر این باید این منابع از دست دولت در بیاید و در اختیار نهادی قرار بگیرد که نماینده مردم است و این ها رو سرمایه گذاری بکنه و از درآمد اونها مردم میشن سهامداران این شرکت و در پایان سال سود سهام خواهند گرفت از سرمایه گذاری هایی که این نهاد کرده و می کند که در این حال بتواند اقتصاد مملکت رو توسعه بده، گسترشش بده، بخش های دیگر رو گسترش بکنه که از این طریق بتواند تداومی داشته باشد، این رشد و توسعه اقتصادی تداوم داشته باشه و ایجاد درآمد بکنه برای نسل های آتی. من خودم رو این رو کردم و این بصوران یک تر به زودی ارائه خواهیم داد که بسیار طرح قابل توجهی هست. عرض کنم که من یادم میاد قبل از انقلاب از درآمد نفت، چون دولت اون زمان خب درآمد دیگه واقعا نداشت، از درآمد نفت تحصیل رایگان ما داشتیم در مدارس، در دانشگاه، حتی تغذیه رایگان. من خودم در دبستان که بودم تغذیه رایگان رو دیدم و ازش بهره گرفتم، خوردم. حتی تا اونجایی که یادم میاد کتابای درسی هم رایگان بود، فقط دفتر و قلم و این چیزا رو ما می‌خریدیم. این نشون میده که گرچه در پیش از انقلاب هم دست‌های کجی روی منابع ملی ما بودند و بخشی از درآمدها رو از آن خودشون میکردن، ولی بخش عمدهش واقعا صرف ایران میشد. من در اداره مهندسی بهداشت محیطی کار میکردم، طرحی را افتاده بود به عنوان بهورزی و خانه های بهداشت روستایی که من مربی این بهورزها و بهداشتارا بودم. در هر چند روستای نزدیک به هم یک خانه بهداشت درست کرده بودیم و پسران رو تربیت می‌کردیم برای اداره امور بهداشتی این روستاها و دختران رو برای کمک‌های اولیه پزشکی و هفته یکی دو روزم پزشک می‌رفت اونجا می‌نشست. و همه اینا من یادمه که کامیون برای خانه‌های بهداشت شیر خشک می‌اومد، برای درمانگاه همینطور دارو می‌اومد فراوان. و اینها رو ما به رایگان در اختیار روستایی‌ها قرار میدادیم و اونها شیر خشکا رو من یادم میاد در روستای همدان که کار میکردن به رودخانه میریختن، چون آخوندها گفته بودن اینا شیر حرام است و احتمالا شیر خوک است و چیزای از این قبیل. این بیچارگان مجبور بودن که این شیرها رو دزدکی سهمشون بود میگرفتن ولی میبردن توی رودخانه ها میریختن و داروها رو استفاده نمیکردن. و اکنون میبینیم همه اون دبستان ها، مدارس همش دیگه پولی شده و تازه باجه های اضافی هم باید داد، هزینه های فراوانتری بابت کتاب و چیزهای دیگه داد. و این نشون میده که در همونطور که شما اشاره کردید آقای عبقری، من میخوام تمام سخنان شما رو در یک جمله خلاصه کنم و اون این که ما شرکت ملی نفت ایران داشتیم ولی الان شرکت دولتی نفت ایران رو داریم، شرکت حکومتی
نفت ایران رو داریم. یعنی همونطور که شما اشاره کردید، شاید نخستین وظیفه مردم ایران این هست که نخست گنج خودشون از دست دزدان، چه خارجی چه داخلی، نجات بدن. آخه ما حتی خونه خودمون رو وقتی میریم بیرون قفل میکنیم و سعی میکنیم ازش خوب حفاظت بشه که در غیاب ما دزد نیاد خونه رو بزنه، ولی این دزدان در حضور ما دارن دزدی میکنن. خب این اگر غریزه بشر این هست که از داشتهای خودش حفاظت بکنه، غریزه ملی میگوید خب از داشتهای ملی بیشتر باید حفاظت بکنیم. برمیگردم به جناب ویژن افتخاری عزیز و نظر ایشون رو در این باره میپرسم. بفرمایید. بله، بسیار متشکرم. دوستان مطالب ارزنده رو فرمودن. اجازه بفرمایید که یه نگاهی بکنیم ببینیم که این روند استخراج و فروش نفت چگونه بوده و چه انتظاری باید داشته باشه. ببینید، وقتی صحبت از ذخایر نفت 150 میلیارد بشکه‌ای در رابطه با ایران می‌کنی، مفهومش این هستش که 10% ذخایر نفت جهان در کشور ماست. انرژی کشورهای صنعتی در ید ملت ایران. ما داریم از موضوعی صحبت میکنیم که از جنبه ملی خارج میشه، جنبه بین‌المللی پیدا. شما میدونید که انرژی، که نفت یکی از ارزان‌ترین انواع اون هست، رگ حیاتی جهان غربه. تکنولوژی بدون انرژی هیچ کاری نمیتونه، و این انرژی هرچه ارزانتر و مفتر، سوداوری در بخش تکنولوژی بالاتر. اینا به هم ربط داره. ما در تاریخ کشورمون 2 نفر قربانی بزرگ استعمار بین الملل در رابطه با نفت از کشور ما گرفته. اولیش زنده‌یاد مرحوم مصدق هست که در راه مبارزه با شرکت‌های نفتی اون وضع از حکومت ملی کنار زدن، و دومی باز شاه فقید هست. ایشون هم در دوره‌ای که امکانات مالی برای کشور فراهم شده بود احساس قدرت می‌کرد و سخن از پایان دوره موبورها و چشم‌آبی‌ها می‌کرد و اعلام کرده بود که من در 1979 همین قرار دادیم که داریم و دیگه تجدید نمی کنم و باید به ما پولهای بیشتری بپردازیم. بنابراین ما این رو داشتیم، و از اون مهمتر دوستان عزیز فراموش نکنند آمدن نظام منفور جمهوری اسلامی و جابجایی او با نظام پادشاهی خواست دولت‌های استعماری بوده، نقشه دولت‌های استعماری. بنابراین دولت‌های استعماری بارها در جهت منفعت خودشون در رابطه با نفت کشور ما یا منابع انرژی در کشور ما در کار ما دخالت کردن و حکومت‌ها رو عوض کردن. امروز هم من به شما عرض می‌کنم که دولت‌های غربی، دولت‌های استعماری، اگر به فکر جابجایی، احیاناً جابجایی نظام جمهوری اسلامی افتاده یا بیفتن، فقط بدانید که به دلایلی این نظام دیگه توان حفظ منافع اونها رو نداره. وگرنه ظرف 40 سال گذشته ما شاهد اون بودیم که چگونه کشورهای غربی در شرایط مختلف آمدن و وقتی احساس کردن که این نظام در حال سقوطه بهش کمک کردن. آخرش همین شاهکار است که آقای اوباما و جان کری در خیانت به ملت ایران و در حفظ منافع شرکت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت کردن و قرارداد برجام رو بستن. میخوام دوستان دقت بکنن که امروز هم اگر تغییراتی در سیاست دولت آمریکا به وجود آمده، در جهت عشق و محبت به ملت ایران و آوردن دموکراسی و این داستان‌ها نیست. دوستان عزیز، مطمئن باشید که جهان سرمایه‌داری به خصوص شرکت‌های نفتی
به این نتیجه رسیدن که این نظام دیگه نمیتونه منافع اونها رو به شکل خوبی حفظ کنه. من توضیح دادم، عرض کردم، دقت بفرمایید، 150 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج داره. این رو به عدد 60 دلار در هر بشکه ضرب بفرمایید، ما همین امروز 9 تریلیارد دلار سرمایه زیر پامونه. هنوز گاز و پتروشیمی و معادن رو بذاریم کنار، فقط در رابطه با نفت ما 9 تریلیارد دلار سرمایه زیر پامونه. بودجه کشور آمریکا که 50% جی دی پی یا تولید ناخالص ملی دنیا رو داره، فقط آمریکا 50% تولید ناخالص ملی جهان رو در اختیار داره، بودجه این کشور 1.8 تریلیارد در ساله. ما 9 تریلیارد دلار سرمایه زیر پا می‌ذاریم. بنابراین دقت بفرمایید، سرمایه عظیمی است که اگر ما ملت کودک صفتانه رفتار بکنیم و اجازه بدیم که کشورهای خارجی برای ما حکومت بیارن و ببرن، یا امروز کودک صفتانه دست دراز کنیم به سمت کشورهای خارجی بگیم شما این رژیم رو واسه ما عوض بکن، دوستان عزیز، هموطنان عزیز، این کار درست مثل این هستش که شما گوسفند رو به دست گرگ بسپارید. بنابراین اگر ما ملت رشد کنیم، به بلوغ فکری برسیم، کشورمون رو خودمون پس بگیریم و عاقلانه یک دولت ملی تشکیل بدیم، دولتی متشکل از انسان‌های آگاه و وطن پرست، مطمئن باشید که نفت میتواند مایه خوشبختی ملت ما باشه، کمان که در بسیاری از کشورها اینطور هست. خب ولی تا زمانی که صفتانه رفتار کنیم، ما هرگز موفق نخواهیم شد که نفت رو وسیله برای خوشبختی ملت قرار بدیم. بفهمید. آقای افتخاری، گرچه وقتمون کم هست، ولی شما لطفاً در یکی دو دقیقه بفرمایید که چه باید کرد. شما میگید اگر ما بیدار نشویم، اگر هوشیار نشویم، اگر نظام رو عوض نکنیم، این تیره بختی ادامه پیدا می‌کنه. ولی برای اینکه ما برسیم به اون بلوغ و به اون تغییر، الان از همین اصله نفت چه بهره‌ای باید بگیریم؟ شما یه لحظه به تصویر نگاه کنید، اینها جاهل‌ها و شارلاتان های نفتی جمهوری اسلامی هستند در پالایشگاه نفت آبادان و در جنوب، و اینا هستند، اصلا قیافه شون آدم نگاه میکنه میترسه، اینا هستند که الان ثروت ملی ما رو به جیب خودشون، همپیمانان خارجیشون و بیت رهبری میریزن. شما لطفا بفرمایید نظرتون چیه؟ ما یعنی من شنوندهی که الان کارگر نفتم یا در ایران دارم زندگی میکنم، میخوام از گفتگوی شما یک نتیجه بگیرم آقا چه باید کرد؟ بله، ببینید، همطور که عرض کردم، این نظام نظام ضد ملی است. بنابراین قرار دادن نفت در اختیار این نظام عین خیانت است. اگر ما عرق ملی داشته باشیم، به خصوص کارگران صنعت نفت ما، نه تنها نباید همکاری کنند، بلکه باید اعتصاب کنند و به هر شکل ممکن، ولو با کمکاری، با بدکاری، جلوی غارت منابع این کشور رو بگیرن. بنابراین امروز وظیفه کارگران صنعت نفت، صنعت گاز و صنعت پتروشیمی ما این هستش که اعتصاب کنن و جریان تولید رو جلوش رو بگیرن. آتش زدن و اینا درست نیست، اون کار درستی نیست، ولی میتوانن با کارهایی که خودشون بهتر میدونن، به خصوص مهندسین فنی ما، جلوی تولید و ادامه غارت منابع کشور رو بگیرن. بدانید که جمهوری اسلامی زنده است به درآمد نفت و گاز. اگر ما بتوانیم این شریان حیاتی او رو ببندیم، مطمئن باشید که میتوانیم نظام رو به زمین زنیم. درود بر شما. سخنتون و پیامتون کاملا روشنه. اگر دقت کنیم، اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت نفت بود که باعث سقوط رژیم پهلوی شد و روی کار آمدن این رژیم.
یعنی اسلحه آخر، تیر خلاص بر شقیقه هر رژیم دیکتاتوری این هست که شریان نفت رو بروش ببندیم، درآمدهاش رو ازش محروم کنیم تا برگردد مشاهده شود در خانه خودش و بعد کنار گذاشته شود تا برسیم به اونجایی که مردم بر سرنوشت خودشون فائق شوند. آقای دکتر کیانزاده عزیز، شما هم 5-6 دقیقه فرصت دارید که راهکارهای اگر به نظرتون میرسه با توجه به تجاربی هم که پشت سر دارید بیان کنید، تا آقای عبقری هم چنین کنند و ساعت ما هم تقریبا پایان میرسه. بفرمایید. خب به هر حال جمهوری اسلامی از همون روزهای نخستینی که روی کار آمد، بنیانگذارش مسئلهش مسئله اقتصاد و نفت و پیشرفت در واقع نبود، بلکه مسئلهش در واقع صدور انقلاب اسلامی و اون هم از نوع شیعش بود. و میدونید یکی از صحبتاش هم این بود که گفت اقتصاد مال خر است، بنابراین و بعد هم یک یادآوری از زندیات جناب حسن نزیه به میان بیاورم. پس از انقلاب ایشون مسئولیت به اصطلاح مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران شد. در همون روزها و هفته‌های نخستین آقای رفسنجانی به ایشون تلفن میکنند و از ایشون خواستار این میشند که هر ماه مقداری از به اصطلاح نفت رو در اختیار حزب الله در لبنان و عرض شود که اینها بگذارن، که جناب حسن نزیه در آن هنگام که فکر میکرد که در واقع این انقلاب انقلابی نیست که فاجعه آفریده، بلکه فکر میکردن که احیانا به گونه کشور قرارهایی که در حال جناب خمینی پاید رفت سیب در پاریس داده بود پیش میره، ایشون رد میکنه. و میدونید که پس از 7-8 ماه هم جناب نظیر رو برکنارش کردن و اگر در واقع فرار نمیکرد ایشون رو هم گرفت بودن و معلوم نیست که چه بلایی بر سرش آورده بودن. بنابراین و بعد هم خیلی ساده دیگه اینم از نظر تاریخی و مدارک موجود، شخص خمینی بارها به ریاست جمهوری آمریکا نوشته شده بود خیلی ساده از محمد رضا شاه پهلوی پشتیبانی نکنید، نفت تا حالا هر جا که میرفته در آینده هم خواهد رفت، ما هیچ دخالتی درش نمی کنیم. بنابراین این مسئله کاملا روشنه. به درازای این 40 سال گذشتم ملت ایران و مردمان ایران خب متوجه شدند که این حکومت یعنی جمهوری اسلامی مسئلهش مسئله در واقع پیش رفت کشور و آبادانی و به ویژه رفاه زندگی مردمانش و خوشبختی و شادیشون در واقع نیست. و به همین سبب هم هست که خب تا موقعی که اینا هستند وضع به همین صورت خواهد بود. این اشاره ای که در رابطه با اتفاقات جناب کیانزاده، ببخشید چون وقت کمه، بله بله، به پرسش که در واقع از شما تشیم ببینید، شما یادتون بیاد که محمد رضا شاه پهلوی در اوج قدرتی که داشت خطاب به غرب گفت که اگر برای ما مزاحمت ایجاد کنید ما شیرهای نفتمون رو در روی اروپا میبندیم و شما در زمستان یخ خواهید زد. و پس از اون بود که توطئه کردن برای انداختنش. و اشاره کردیم، دوستان اشاره کردن که کارکنان و کارگران شرکت نفت در واقع صاحب گنج مردم ایران هستند. شما به عنوان یکی از مسئولین و آدمای با تجربه در حزب پانیرانیست ایران که خودتون الان در این برنامه ازش نام بردید، چرا توصیه نمی کنید که کارگران و کارمندان شرکت نفت اعتصاب کنند و جریان نفت رو ببندند؟ بفرمایید.
بله، شاید که توصیه اصولا یه سیاست کلی که نه تنها از سوی اسپانیرانیست تبلیغ میشه، بلکه از سوی همه کوشندگان سیاسی در این راست است. یعنی نه تنها شرکت نفت، بلکه اصولا در پهنه همه بگوییم کنش‌های اقتصادی و سیاسی که در جامعه ایران در واقع هست. و خب این رو باید روش در واقع دوستان بهش اشاره بردند، در راستای هماهنگی و همبستگی سیاسی بین گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی ضد استبداد و ضد رژیم باید روش کار کرد، همداستان شد، هماهنگ شد و این مسئله رو پیش برد. فراموش نکنیم که به ویژه در انقلاب 57 در آن هنگام اعتصاباتی که در خوزستان، در آبادان و شهرهای دیگر نفتی انجام پذیرفت، اون کسانی که بیشتر دستن در کار بودند از توده ایران بود. و خب یکی از این عرض شود که افرادم که هنوز هست همواره با افتخار از این مسئله سخن به میان میآوره و در واقع در گود سیاسی اپوزیسیون هم قرار داره. بگذاریم از این که عرض شد اون مسائل گذشته، امروز در واقع به این نتیجه رسیدی که این انقلاب در واقع فاجعه آفرید و نه خوشبختی برای مردم ایران. بله، سپاس فراوان. برگردم به جناب آقای عبقری عزیز. آقای عبقری، میدونید وقتی که مثلا دوز میاد خونه رو میزنه، 3-4 سال پیش همین خونه ما رو دوز زد، بیشتر آشنایان و دوستان و همسایه ها میگفتن که یک آدم وارد، یک آشنا با این دوزا همدستی کرده، وگرنه هیچ دوزی دقیقا نمیدونه ورودی کجاست، خروجی کجاست، چه ساعتی ما هستیم نیستیم، اگر مثلا من یک کامپیوتر دارم کجا قایمش کردم یا هر چیز دیگری، اگر طلایی دارم یا هر چیز. در سطح بین المللی هم واقعا همینطوریه. دزدان بین المللی مثل سوریه، لبنان، این حزب الله لبنان، غزه، یمن، طالبان، انگلیس یا هر جای دیگری با همدستان داخلی دارن نفت ایران رو غارت میکنن. خب شما همه دیگه میدونید که نفت ایران به فروش میرود، ابعادش هم که آقای افتخاری گفتن. پس این پولا کجاست؟ این سوال همه مردم ایرانه. ما میگه خب این پولها با کمک دزدان داخلی که شما خودتون انتخابشون کردید، براشون الله اکبر میگید، امام زبانشون رو تو سر میذارید، براشون سینه میزنید، عاشورا تاسوعاشون رو میرید شرکت میکنید، همین دزدان با کمک این دزدان حزب الله لبنان، غزه، فلسطینیای غزه یا دولت سوریه یا یمن یا طالبان یا دیگران یا غارتش میکنن. بنابراین شما دست کم اون دزد آشنای داخلی رو در دسترس دارید. شما باید ترتیب این آشنا رو بدید دیگه. شما به هیچ پلیس بین المللی نیست که بیاد به شما کمک کنه. این فقط خود شما یک که میتونید کمک کنید. آقای کیانزاد به حالی که پیشنهادی کردن، گفتن فراخوان برای اعتصاب در شرکت نفت باید با هماهنگی سازمان‌های اپوزیسیون باشه. نظر درستی هم هست. در عین حال این همه سازمان اپوزیسیون که مدعی تصرف قدرت هم هست، آیا میتواند بخشی از هزینه های کارگران اعتصابی رو پرداخت بکنه؟ چون کارگری که الان 6 ماه بهش حقوق ندادن اعتصاب هم بکند، اجاره خونه شد که دیگه نداده و نمیتونه بده، میندازنش بیرون، نان هم که به زور به سفرش میرسه، به بیماری هم دارن، خرج بچه دارن، بچه دانشگاهی مدرسه برو دارن، عروسی دارن، عزا دارن. خب اینا بالاخره باید زندگی بتونن بکنن تا برای دولت و شرکت نفت دولتی کار نکنن. خب این پولا رو این اپوزیسیون، ثروتمندان داخل ایران، خارج ایران باید بدن، همونطور که در دوره پیروزی خمینی قذافی داد، دولت آمریکا داد، عرض کنم بازاریای تهران دادن و خیلی دیگه. بعدا هم که مردم هر چی طلا داشتند و
ثروت داشتن رفتن ریختن تو حساب صد امام و اون با این پولها شرکت نفت رو تعطیل کرد، رژیم پهلوی رو ساقط کرد، خودش اومد شد دزد درجه یکی که داخل ایران و دزد درجه یکی که نه تنها میدزدید و فرزندانش و بقایاشون دارن میدزدن، صاحب خانه رو میکشن که طرف نتونه حتی شکایت هم بره بکنه. ما وضعیت واقعا عجیبی داریم. شما به عنوان یک فعال سیاسی که یکی از مسئولین حزب تازه بنیادتون هستید، واقعا چه راهکاری دارید برای حل این مشکل؟ بفرمایید. 5 دقیقه در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. و در هر صورت برای حل این مشکلاتی که جامعه ایران باش روبرو هست، اولین سدی که باید برداشته بشه نظام جمهوری اسلامی است. تا این انجام نشه ما به هیچ جا نخواهیم رسید. یک بار برای همیشه باید این نظام از بنیاد برکنار بشه، یک نظام مردم سالار آزادی خواه دموکراتیک شکل بگیره که نمایندگی مردم رو داشته باشه، و اون موقع است که میتوانیم در یک مسیر سازنده‌ای کارها رو به پیش ببریم. تا به حال آنچه که الان هم صحبت شده توسط دوستان هم، این منابع نفتی ایران همش و منابع دیگری که داشتیم غارت شده و یا جدجهت سرکوب ملت استفاده شده. بنابراین یک بار برای همیشه ما اولین صد رو که برکنار کردیم، باید این منابع در اختیار نهادی قرار بگیرد که مستقل از دولت است ولی نمایندگی مردم را دارد. این درآمدها رو به اصطلاح هر درآمدی که از هر منبعی هست جمع‌آوری میکنن، دو مرتبه سرمایه گذاری میکنن در بخش‌های مختلف و مردم هم میشن سهامداران این یک یک افراد ایران که در آخر سال هم میتونن سود سهام بگیرن. وقتی این اتفاق بیفته دیگه دولت‌های خارجی میبینن که دولتی که تو ایرانه دیگه نقشی نداره تو این جریان که بخوان روش نفوذ بکنن، عوامل خودشونه داشته باشن که باز دو مرتبه این روند ده صد ساله به نحو دیگه ادامه پیدا بکنه. و در این حال هم از آنجایی که این نهاد توسط کارشناسان داخلی و بین المللی مثل هر نهاد بیزنسی دیگه که الان کمپانی های تجاری بزرگی که داریم اونطوری تخصصی داره اداره میشه، در حقیقت هر ساله ارزش های جدیدی ایجاد میکنه، در بخش های دیگری سرمایه گذاری میکنه. این میتونه تداوم داشته باشه برای هم برای کمک اقتصادی به جامعه و هم رفاه اجتماعی جامعه و در این حال جلوگیری از نفوذ کشورهای خارجی. بله، همطور که اشاره کردید مبارزه هزینه داره که این هزینه باید پرداخت بشه. مردم الان هم دارن از فقر، از گرسنگی جان می سپارن. بله، وقتی که این اعتصابات شکل بگیم ما نیاز داریم به یک سازماندهی، یک تشکل منسجم گسترده‌ای باید از گروه های مختلف شکل بگیره، با برنامه باشه به نحوی که این برنامه ها رسانه‌ای بشه به همین طریق و پیوند زده بشه با این جنبش ها. وقتی که شو اشاره میکنیم به کارگران شرکت نفت جنبشون، اونها بدونن که برنامه بعدی چیست، قدم بعدی چیست که تشویق بشن به اون کار و امیدوار بشن اون موقع که اعتصاب بکنن بخش های دیگر هم به همین نه. وقتی میبینن برنامه گذار از جمهوری اسلامی وجود داره، قدم به قدم داره پیش میره، خب اون موقع خیلی هستن که کمک خواهم کرد. الان مشاهده کردیم که در زلزله‌ای که در کردستان آمد و اونطوری چگونه مردم از سراسر ایران خودشون رفتن با ماشین میرفتن کمک بکنن به زلزله زدگان و اعتماد نداشتن به سیستم. مردم ایران حاضر هستن که هزینه بدن، هزینه دادن، حاضر هستن کمک بکنن و اگر که ببینن چشمنداز مثبتی وجود داشته باشه. ما باید تلاش کنیم همگی ما که این رد پا رو به وجود بیاوریم.
این چشم انداز رو ارائه بدیم، بدون شک مردم هر آنچه که در توان دارن هزینه خواهند کرد برای رهایی. و امیدواریم که هرچی زودتر این همگرایی شکل بگیره که بتوانیم این روند رو با برنامه طی کنیم. با سپاس. سپاسگزارم از شما میهمانان ارجمند این برنامه. باز هم اگر فرصتی شد درباره سرمایه‌های ملی و اینکه واقعا ما ایرانی‌ها چه باید بکنیم دور هم خواهیم نشست و سخن خواهیم گفت. منت گذاشتید بر من و تشاوردید در این برنامه و از اینکه وقتتون رو گذاشتید سپاسگزارم و نیز از بینندگان و شنوندگان این برنامه که همدلی و همراهی کردن با ما تا پایان برنامه سپاس فراوان دارم. و فقط میخوام بگم که این من آدمی که در خارج کشور ناگزیر در تبعید زندگی میکنم نیستم که باید نشانی دزدی رو که در ایران لابلای شما حرکت میکنه به شما بدم. شما خودتون اینا رو بهتر از من میشناسید، نشانی های دقیقشون رو هم دارید و میدانید همونطوری که سابقا ایرانی ها مشهور بودن به اصطلاح دفاع از ناموس، امروز باید شهرت پیدا کنن به دفاع از منافع ملی خودشون، از حیات اجتماعی خودشون، از آزادی برای خودشون و نیز از جلوگیری از غارت اموالی که فقط مال شما و این یکی دو نسل گذشته و آینده نیست، نه مال فرزندان شماست، مال نوه‌های شماست. ما اگر از حق خود گذشته ایم نمیتوانیم از حق کسانی رو که متولدشون میکنیم و مسئولیت آیندهشون با ما هست صرف نظر کنیم. من اگر نه به خاطر خودم باید به خاطر فرزندانم و نوه‌هایم مبارزه کنم، چون ایران مال اونهاست، مال من نیست که من بخواهم اون را ببخشم یا چشم بر دزدان و دشمنانم ببندم. من همونطوری که این کشور رو به عنوان یک ایرانی میراث بردم از داریوش و کوروش و زرتشت و بابک و رضا شاه و صدها قهرمان و دانشمند و شاعر و نویسنده و مردمان زحمتکش روستاها و کارگران ایران، این وظیفه من است که این میراث رو به دست فرزندان و نوادگان و ندیدگان و نبیرگان خودم بسپارم. برای این وظیفه دارم مبارزه کنم و این مبارزه رو هر کس با شکلی که براش میسر هست انجام میده و من آرزو میکنم که روشناندیشان و اهل سیاست و اهل خرد که نمونه هایشون رو شما در رادیو تلویزیون ما میبینید و همه فریاد اتحاد برمی آورند براسی یک روز دست در دست هم بگذارن، نه یک روز تاریخی در آینده گنگ نامعلوم، بلکه در یک آینده مشخص و اون وقت به عنوان یک دستی که اکنون صدا دارد این دست را در دستان شما مردم ایران بگذارند تا با همدستی این رژیم نکبتبار ایران کش، ایران ستیز، ایرانی کش را از سر راه تاریخی خودشون بردارند تا افق را پشت سر این رژیم ببینند بعد از این رژیم و به سوی اون افق حرکت کنند و افق روشن، روزگاری روشن در انتظار فرزندان همه ما باشد. به یکایی که شما بدرود میگم تا برنامه آینده. بدرود.